با درود به تمامی شما همراهان گرامی کانال بازم خدمت شما رسیدیم با چند خبر مهم در این ساعت در ابتدا به صحبت های وزیر امنیت بریتانیا درباره تهدیدات رژیم آخوندی میپردازیم ویدیویی داریم درباره کفالت سیاسی معترضان سیاسی در زندان و در انتها به اعتراف محمد رضا با هنر عضو تشخیص مسلحت نظام می پردازیم که گفته هرچه سرکوب بیشتر شود گور جمهوری اسلامی عمیقتر کنده می شود. برای شنیدن مشروع اخبار با ما همراه شوید. دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید وزیر امنیت بریتانیا گفت تهدید رژیم ایران در خاک کشورمان تشدید شده است تام توگندات وزیر امنیت بریتانیا هشدار داد که مداخله تهدید و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاک کشور مطبوعش افزایشی نگران کننده یافته است به گزارش خبرگزاری نشنال نیوز امارات توگندات در جریان سخنرانی خود در اندیشکده پالیسی اکسچنج لندن اعلام کرد که تهدیدهای حاد علیه امنیت ملی بریتانیا نیازمند واکنش فوری است چرا که نه تنها تهدیدی برای جان مردم هستند بلکه شیوه زندگی بریتانیایی را هدف قرار گرفتند به گفته وی تهدیدهای بازیگران شرور حکومتی و غیر حکومتی علیه بریتانیا تهدید راهبردی برای دموکراسی است چرا که آنها یک کارزار سیستماتیک طولانی مدت را به منظور فرسوده کردن حق حاکمیت بریتانیا پیش گرفتند توگندات با تمرکز بر حکومت ایران گفت که این رژیم هر کسی که به عنوان تهدیدی برای اقتدار خود تلقی کند را سرکوب می کند و این سرکوبگری را به بریتانیا نیز تسری داده است به گفته وی رهبران ایران به طرزی وحشیانه مردم شجاع این کشور که خواهان پایان دادن به یک رژیم فاسد امنیتی مذهبی هستند که مدعی اقتدار از جانب خداست را در خیابانها سرکوب می کند. او افزود رفتار شرورانه ی رژیم ایران در خاورمیانه مستقیما شرکای ما و منافع ما را تهدید می کند. همه اینها واضح است. بخشی از آن مدتی است که مشخص شده است. نکته جدید این است که ما شاهد رشد این آگاهی در خانه ایران هستیم. کن مکالوم رئیس سازمان ضد جاسوسی و امنیت داخلی بریتانیا MI5 ماه پیش اعلام کرد که رژیم ایران طی یک سال گذشته در حال برنامه ریزی و تدارک برای روبودن یا کشتن روزنامه‌نگاران بریتانیایی یا مستقر در بریتانیا بوده است. مقامات پارلمان بریتانیا نیز ماه پیش هشدارنامه‌ای به نمایندگان فرستادند و به آنها توصیه کردند با توجه به افزایش تهدید حملات سایبری رژیم ایران، امنیت تلفن‌ها و سایر وسایل الکترونیکی و کامپیوتری خود را تقویت کنند. وزیر امنیت بریتانیا در این باره گفت که اوضاع ممکن است از این هم بدتر بشود. به گفته وی، از زمان سخنرانی چند هفته پیش کند مک کالوم، های رژیم ایران بیشتر شده است. این آخر کار نیست. درخواست کفالت سیاسی زندانیان مبارز در زندان‌های جمهوری اسلامی. به نام خداوند رنگین کام موضوعی که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم در مورد کفالت سیاسی و یا همون کفیل سیاسی هستش که چند روزی هستش داخل توییتر داره در موردش صحبت میشه به چه معنیه که یک فعال سیاسی نماینده مجلس و یا یه سفیری میتونه کفالت سیاسی یکی از زندانیان داخل ایران رو به عهده بگیره مثل کاری که آقای کارلوس کاسپر کرده برای سامان یاسین و یا خانم یوون برای توماج صالحی انجام بده حالا این چه کمکی که اون یکی جلوگیری میکنه از دادن حکم اعدام و دومی که جمهوری اسلامی نمیتونه بدون مکاتبات قانونی با کفیلش حکمی رو بده و یا حرکتی رو انجام بده و حتی اون کفیل اگر حکم غیرقانونی داده بشه برای اون زندانی میتونه به دادگاه بین‌المللی شکایت بکنه و یا حتی سفیر جمهوری اسلامی رو بازخواست بکنه و در کل قدرت دیپلماسی قوی تری دارن این حرف این چند روز دارن پیشنهاد داده میشه به که توی ایران و خارج از ایران هستن ایمیل بزنن به فعالیان سیاسی که تا الان دارن برای ایران صحبت میکنن و کمک میکنن به شرایط انقلابی و صدای ما هستن در جامعه بین‌المللی ایمیل بزنیم و بهشون بگیم که کفالت سیاسی یکی از این زندانیان سیاسی رو به عهده بگیره و این شکلی میتونیم ازش محافظت بکنیم واسه دادن حکم اعدام. این ویدیو رو به بزنید بقیه دوستانتون هم اطلاع پیدا بکنن و بتونیم کنار هم دیگه باشیم هرچه سرکوب بیشتر شود گور جمهوری اسلامی عمیقتر ترکنده کنده می شود. اعتراف محمد رضا با هنر بسیج مردم علیه حکومت در داخل و خارج ایران بی نظیر است. با تداوم اعدام ها در ایران، مقامات حکومت و هواداران نظام و رسانه های وابسته موج رجزخانی علیه مردم به راه انداختند و علنی خط و نشان می کشند. در مقابل اما مردم هم پا پس نکشیده و بر تداوم اعتراضات و تعمیق آن تا سرنگونی رژیم اسلامی تاکید می‌ورزند. محمد رضا با هنر نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته در اختشاشات اخیر از نظر بسیج همه نیروهای خارجی، معاند، دولتهای خارجی، سازمانهای مردمی، سلبریتی ها، ایرانی های مقیم خارج از کشور و افراد پر مخاطب خارج از کشور اتحاد بینظیری در بین آنها به وجود آمد تا بتوانند اختشاشات را پوشش بدهند، مردم را تحریک کنند و کار را جلو ببرند. او در این باره توضیح داد مقایسه این حوادث که در دو دهه گذشته رویداد نشان می‌دهد که جنس این اتفاقات هر بار تغییر می کند. برای مثال در سال 78 و 88 ظاهر قضیه از یک سری اعتراضات سیاسی آغاز شد که در سال 88 به طور مشخص به موضوع انتخابات باز می گشت. سال 96 و 98 بیشتر بحانه ها مسائل اقتصادی و موضوعاتی مثل گرانی ها و بنزین بود و شروع اعتراض سال 1401 بیشتر با مسائل فرهنگی بود او اما یا قادر به درک این نکته نیست و یا به روی خود نمی آورد که علت همه این اعتراضات سیاسی است و به نظام جمهوری اسلامی برمیگردد. همه مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور که جان مردم را با ناکارآمدی و سرکوب مداوم به لب رسانده ناشی از ساختار مذهبی و فاسد و تمامیتخواه این حکومت است. با هنر که وی نیز مانند دیگر مقامات رژیم اسیان و خشم و انزجار مردم را به دشمنان نسبت می‌دهد، افزود درباره این که چرا دشمنان به صورت متمرکز و با استفاده از همه ابزارها برای رویارویی وارد میدان شدند، تحلیل های متفاوت و متضادی وجود دارد. عده‌ای میگویند که چون ایران خیلی پیشرفت کرده و تحریم ها را پشت سر گذاشته و به سرعت رو به جلو حرکت می کند. نظام های ظالم و استکبار بینالملل به این جنبندی رسیدند که باید ترمز دستی ایران را بکشند و این پیشرفت را متوقف کنند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه میگوید برخی هم معتقدند که این حوادث به دلیل آب شدن برخی از سرمایه های اجتماعی کمبود شرکت مردم در انتخابات بوده و دشمنان به این تحلیل رسیدند که نظام اقتدار و مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داده و لغزان شده و باید با یک بسیج همگانی بین الملل کار را تمام کنند و لذا بحث تغییر نظام را مطرح کردند البته در برخی مواقع واژه تغییر نظام را به واژه تغییر رفتار نظام اصلاح می کردند اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب رفتارهایی را می تغییر دهیم که به اصطلاح خود نظام و ماهیت آن تغییر کند بنابراین اینها خیلی متفاوت نیست و هدف گذاری دشمنان روی تغییر نظام و یا تغییر رفتارهای نظام است با هنر در ادامه افزود روی تحلیل دوم بر این استوار بود که چون مشروعیت و مقبولیت نظام ضعیف شده سرمایه های اجتماعی قدری زوب شده و از بین رفته بنابراین موقعیت مناسبی است که تیر خلاص را بزنیم و داستان را تمام کنیم نکته قابل توجه این است که با هنر که مرتب بر دشمنان تاکید می کند همان فردی است که در سال 99 اعتراف کرد اگر در اعتراضات 98 مردم بیشتری به آن می پیوستند انقلاب می شد. حالا این عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام درباره رفتار کشورهای غربی در مواجهه با اعتراضات اخیر و علت آن میگوید اروپایی ها به یک باره خیلی عیان به میدان آمدند اما قبلا قدری لاپوشانی داشتند و ظاهر را حفظ می کردند. برخی این موضوع را به جریان درگیری روسیه و اوکراین و داستان پهبادها تحلیل می کنند و اینکه مدعی بودند ایران در این جنگ رسما از روسیه حمایت می کند. در کنار آن وضعیت نامناسب اروپا در بحث زمستان و کمبود انرژی هم قدری اروپا را عصبانی و تحریک کرد که در نتیجه اقداماتی انجام دادند که بینظیر بود محمد رضا با هنر که از قرار معلوم به خاطر منصبی که دارد میبایست مسلحت نظام را تشخیص دهد عین رهبری نظام و دیگر مقامات به فرافکنی میپردازد و در قالب تحلیل برای توضیح علل خیزش انقلابی مردم ایران به هر چیزی چنگ میاندازد جز آنچه واقعیت و در برابر چشم است و سالهاست از زبان مردم در شعارها و استقامت و پایداری آنها در برابر سرکوبگران به گوش می رسد. مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند و هرچه این نظام از آنها بیشتر به قتل برساند فقط گور خود را عمیقتر کنده و حکم ارتکاب جنایت مقامات خود را پیشاپیش صادر کرده است دوستان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم ممنونیم از اینکه مثل همیشه با لایک ها و کامنت ها ما را, را راهنمایی میکنید تا بخش بعدی خبر شما را به ایزد منان میسپاریم بدرود